یاد خداوند بخشاینده و مهربان سلام عرض ادب خدمت شما بیننده های عزیز، امید روز تا این دم به خوبی سپری کرده باشین. باز هم مایشه نیازی در برنامه برنگ روز خدمت شما بیننده های عزیز قرار دارم. با امیدوار هستم روز تا این دم به خوبی سپری کرده باشین و موضوع امروز که در برنامه خود انتخاب کردیم افسردگی در جریان حاملگی هست و مهمان برنامه ما هم رنزورمل دکتر وشمه اکسیر در برنامه با ما هستند، متخصص و ترینر نسای ولادی. سلام خدمت شما دکتر صبح، خوش آمدید به برنامه. سلام خدمت شما هم و خدمت تمام بیننده تلویزیون چراغ که فعلا بیننده برنامه هستند. سلامت باشین دکتر صبح. میشه در ابتدا یک تعریف از افسردگی داشته باشیم تا بیننده ها هم بدان افسردگی چی است و معلوماتشون بیشتر شود؟ افسردگی یک حالت روانی ناخوش است که با یأس، خستگی و اضطراب همراست و میتونه که برای هفته ها و تا ماه ها دامنگیر افراد شود. دقیقاً، بسیار تشکر. میش درباره هم بگوین در زمان بارداری چرا خانم ها دچار افسردگی میشه و کدام دلیل وجود داره؟ تشکر از سوالتان. عوامل افسردگی در زمان بارداری میشه که در سه صنف بیان بکنه: عوامل قبل از زمان بارداری، عوامل جریان بارداری و عوامل بعد از زایمان. قبل از بارداری فاکتور بسیار مهمه که میتونه زمینه را مساعد بسازه برای افسردگی برای زمان بارداری داشتن یک تاریخچه است که یک خانم مثلا قبلا تاریخچه افسردگی داره، در گذشته افسردگی را تجربه کرده و یا که یکی از اعضای خانوادیش، البته اقارب بسیار نزدیکش مثل خواهر یا برادرش دچار افسردگی بوده و یا فعلا هم دچار افسردگی است، این خانم ها نظر به خانم های دیگه که چنین یک تاریخچه ندارن بیشتر مساعد هستند برای افسردگی زمان بارداری. فاکتور بسیار مهم دیگه هم که میتونه باعث افسردگی در زمان بارداری شوه، مشکلات در رابطه هاست. مثلا اگر که خانم و شوهر بین هم مخالفت هایی دارن یا ارتباطات بسیار سالم بین هم ندارن و یا که کشمکش های در خانواده وجود داره، طبیعی است که روان خانم هم متاثر میشه و خانم نمیتونه که تمام مشکلات خود با دیگرا شریک بسازه و این یک زمینه مساعد میشه برای افسردگی در زمان بارداری. فاکتور دیگه که میتونه باعث افسردگی در زمان بارداری شود داشتن عملهای ناموفق است. مثلا اگر خانم در گذشته عملهای ناموفق داشته، یک بار یا چندین بار، برای حمل آینده خود نگران است که باز هم مثلا مثل گذشته این حمل موفقانه سپری نشه و یا ای که اگر سقط دمی اواخر رخ داده باشه و خانم هنوز امو حالت روانی و جسمی نرمال خود دوباره به دست نورده باشه و حمل میگیره، باعث افسردگی پیش خانم میشه. سن کم هم میتونه که باعث افسردگی، ازدواج در سنین کم البته باعث افسردگی در زمان بارداری شود چون خانم تجربه کافی از زندگی نداره و از طرف دیگه عملهای ناخواسته هم میتونه که باعث افسردگی ده زمان بارداری شود. بخند، بسیار تشکر. میش درباره هم بگوین در زمان حمل چگونه یک خانم دچار افسردگی میشه؟ گرچه حمل یک پروسی طبیعی است و هر خانم بعد از ازدواج آرزو داره که ایر تجربه کنه و یک دوره بسیار خوشایند و دلپذیر بر مادر و بر تمام اعضای خانواده به حساب میه، اما یک سال تغییرات در وجود مادر از نظر فیزیکی و از نظر بیوشیمیکی در جریان حمل به وجود میاد که اینمی زندگی زیبای دوری زیبای زندگی شبرش به دلهورت تبدیل میکنه و به یک کابوس برش بدل میسازه که اینمی تغییرات میشه که در مراحل مختلف عمل مختلف باشه. مثلا در 3 ماه اول حمل خانم نگران سلامت جنین خود است، نگران عزیز که مبادا جنینش کدام معیبیت یا معلولیت داشته باشه و همیشه پریشان از امیست، از امی خاطر هم است که دچار افسردگی میشه و از طرف دیگر تغییرات بیوشیمیکی که پیشتر هم اشاره کردیم در جریان حمل به وجود میه، باعث از این میشه که خانم یک سلسله تغییرات را در وجود خود احساس کنه، مثلا دلبدی می داشته باشه، استفراغات می داشته باشه، کم اشتیایی، بیخوابی، کسالت، سردردی. تمام از اینا باعث میشه که سویه هورمون استرس که نام دیگهش کورتیزول است در وجود مادر بلند بره و زمان که سویه هورمون استرس بلند میره، از یک طرف باعث افسردگی نزد مادر میشه و از طرف دیگر باعث کمرسانی خون به جنین میشه
که سبب ولادت های قبل از وقت و ولادت های جنین های با وزن کمتر شده میتونه. در سه ماه دوم حاملگی خانم امی حرکات جنین خود احساس میکنه و شروع میکنه به خیال پردازی در مورد کودک آینده خود. و این خیال پردازی خانمایی را که اگر تاریخچه قبلی افسردگی داشته باشن و یک بینی مساعد بر افسردگی داشته باشن یا را به انزوا میکشونه که انزوا خودش باعث ازی میشه که خانم به طرف افسردگی بره. در سه ماه سوم هم خانم یک سلسله مشکلات پیش روی داره که به او فکر میکنه و زمینه را مساعد میسازه به اینکه خانم افکار مشوش داشته باشه و به طرف افسردگی بره. مثلا خانم ایراد داره از دردهای ولادت، ایراد داره از ولادت، از رفتن به شفاخانه، از زایی شدن طفلش که مبادا طفلش در جریان دردهای ولادت زایی شوه، از به خطر افتیدن پرایوسی یا محرمیتش. تمام از اینا باعث از این میشه که در جریان حمل خانم دچار افسردگی شود. دقیقاً، بسیار تشکر. بعد از زایمان چگونه، چطور است؟ چرا خانم بعد از اینکه زایمان هم میکنه یعنی نرمال هم باشه بازم دچار افسردگی میشه؟ بعد از زایمان اول خو یک تغییر در سویه هورمونا پیش خانم با وجود میاد که یک کاهش در سویه پروژسترون و استروژن در خون مادر دیده میشه که این خودش باعث ازی میشه کمبود استروژن که باعث افسردگی میشه. و از طرف دیگه روال نرمال زندگی خانم که قبل از زایمان بود او تغییر میکنه دیگه. مثلا آل خانم مجبور است همراه طفل خود بیدارخوابی بکشه یا مثلا اوتر با فکر آرام که به بعض کارهای خود میپرداخت ولی پرداخته نمیتونه و باید به طفل خود بپردازه و مثلا طفلش در زمانی که میخواه غذا بخوره طفلش گریه میکنه. تمام از این مسائل در پیش افراد بسیار حساس میشه که باعث افسردگی شوه. اما رول بسیار مهم پایین آمدن سویه استروژن داره که در تمام خانم ها بعد از ولادت سویه استروژن پایین میشه و زمینه را بر افسردگی مساعد میسازه که باید فرمولا متوجه زیگه باشه. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. واقعا که در زمانی که یک مادر تازه متولد ساخته یک طفل باید فامیل هم متوجه باشه چون اونا خیلی در حالت سخت می باشد. میش بگین نقش خانواده در قبال مادر که دچار افسردگی هست چگونه است؟ باید رفتار خانواده چگونه باشه باشن؟ البته که فضای خانواده بالای روان تمام افراد خانواده تاثیرگذار است. به می ترتیب بالای مادر حامله. مثلا اگر در یک خانه روابط خراب می باشه و یا پرخاشگری می باشه، مناسبات افراد خانواده قسمی که باید باشه و تو نیست، طبعا که روان تمام از این افراد که در خانواده زندگی میکنن متاثر است و بهتر است که تمام افراد خانواده متوجه زیگه باشن و بعض رفتارهای لازمه را که برای زندگی بدون دردسر و خوش در خانواده ضروری است باید اونا مهارت ها را باید داشته باشن. مثلا احترام به یک دیگه، در برابر یک دیگه مثبت نگر باشن و کوشش کنند که بیشتر توجه داشته باشند و پوینت های مثبت یکی دیگه، روابط خوب پدر مادر بین هم داشته باشه و یک هماهنگی پدر مادر بین هم داشته باشه که هماهنگی بین اینا طبعا که خلایت فعالشان هم تاثیرات مثبت خود داره و جلوگیری یا پرهیز از فحش، ناسزا، بد گفتن به یکی دیگه و یا به نام های عجیب و غریب یکی دیگر را یاد کردن، تمام از اینا طبعا که رول داره که فضای یک خانه خوش نگاه شوه و خانم هم در چون یک فضای کمتر مصاب افسردگی میشه. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. میشه بگین وظیفه شوهر در مقابل وقایع کردن خانمش چگونه هست؟ شوهر خو یگانه کسی است که در قدم اول خانم میتونه که به او تکیه کنه و سرش حساب بکنه و شوهر هم باید که در هر لحظه زندگی نه تنها در دوران بارداری از خانم خود حمایت بکنه. حمایت به این معنا که در دوران بارداری وقتی که
خانم دچار اکسل تغییرات میشه، مثلا دلبدی داره، استفراغ داره یا ناراحتی دیگه داره، شوهر باید در برابر اینمی ناراحتی خانم احساس همدردی داشته باشه و او را اظهار بکنه. خانم باید بفهمه که شوهرش در برابر اینمی ناراحتیش بی تفاوت نیست. دقیقاً. و دیگه ای که شوهر وظیفه داره که خانم خود وقتاً فوقتاً به خاطر حاصل کردن مراقبت‌های قبل از جریان بارداری نزد دکتر ببره، که حداقل باید 4 وزیت خانم در جریان بارداری نزد دکتر خود داشته باشه. و اگر شوهر نمبر تلفن امی دکتر داشته باشه، دکتر را که البته دکتر معالج خانمش است، و یا نمبر تلفن یک شفاخانه را داشته باشه، و چی بهتر که نمبر تلفن یک آمبولانس داشته باشه، در صورت خانم اطمینان خاطر داره که اگر احیانا کدام مشکل برش پیش میشه شوهرش در کنارش است و تمام اهتمامات لازم هم داره که کمکش بکنه. و از طرف دیگه شوهر میتونه که ارتباطات خانم با دیگر بقیه اعضای فامیل در یک حالت تعادل و در یک حالت مثبت نگاه بکنه، و بر خانم خود که گپ بسیار بسیار مهم است که بسیاری از مریضایی که مثلا پیش ما مراجعه میکنن زیادترین تشویششان از این لحاظ است که به خانم خود اطمینان بده که دختر بودن و یا پسر بودن طفل برش قدر عایز اهمیت نیست، و او خوش از هر حالت، اگر طفل دختر باشه یا پسر باشه در هر حالت تفاوت نداره. و اینمی خوشی خود باید ابراز بکنه به خانم خود. در اون صورت خانم خود در حمایت شوهر خود احساس میکنه و کمتر اتو خانما دچار افسردگی میشه. دقیقاً. بسیار زیاد تشکر. میش در باری هم بگوین زیاد زیتی اوقات هستن که فامیل ها اصلا وقتی که خانم حمل داره و یا در جریان حمل هست ای توجهی نمیکنن، باید کدام نکات در نظر بگیرن تا کمی خوشی خود مادر در نظر گرفته شود تا که از عواقب ناگوار در امان باشن؟ قسمه که پیشترم ما ذکر کردم که اگر در یک خانواده اما هنگی وجود داشته باشه، اگر احترام متقابل وجود داشته باشه به نظریات همدیگه و مثبتگرا باشه در برابر همدیگه، در اون صورت این یک ارتباطات سالم است که در خانواده وجود داره. و فکر میکنم که در چنین یک خانواده کمتر میشه که یک خانم حامله نتونه که امو مشکلات خود و پریشانی خود شریک بسازه با بقیه افراد خانواده. فکر میکنم بسیار مهم است. دقیقاً. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بینده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. بازم سلام مجدد خدمت شما بینده های عزیز که تازه با ما پیوستین. امید تا این دم با ما بوده باشین و از موضوع برنامه هم آگاهی داشته باشین. موضوع امروز که در برنامه خود انتخاب کردیم، قسمی که در ابتدای برنامه گفتیم، افسردگی در جریان بارداری هست و مهمان برنامه ما هم رنزور دکتر وجمه اکسیر با ما هستند، متخصص و ترینر نسای ولادی. دکتر صاحب، میشه دوباره سوال را از اینجا آغاز کنیم؟ بعد رفتاری فامیل با خانمی که باردار است چگونه هست و چقدر عواقب ناگوار داره بالای خانم؟ بدرفتاری های فامیل پیش نزد یک خانم حامله، اول خو قسمی که پیشتر هم اشاره کردم، باعث از این میشه که خانم قادر به این نمیشه که مشکلات خود، ناراحتی خود و پریشانی خود با کس شریک بسازه. همه چیز خودش تحمل میکنه، به تنهایی خود به طرف انزوا میره، مثلا در مورد حل بعض مشکلات خود ناتوان خود احساس میکنه و کس را در کنار خود نمیبینه، میشه که به طرف افسردگی بره. و از طرف دیگه امی استرس، هورمون استرس یا کورتیزول که در سر نمی ناراحتی های روانی پیش خانم سویش بلند میره، باعث ازی میشه که خانم افسرده شوه از یک طرف، و از طرف دیگه مطالعات ثابت ساخته که نوزادان که از خانم های به دنیا میان که دچار افسردگی بودند در جریان بارداری خود
5 برابر نسبت به نوزادانی که مادرانشان در زمان بارداری دچار افسردگی نبودن یا بیشتر مساعد هستند به افسردگی در نوجوانی. دقیقاً، یعنی بالای طفل تاثیر داره. بالای طفل تاثیر داره و این اطفال نه تنها ای که دچار افسردگی میشن، اینا توانمندی کمتر نسبت به اطفال که مادرانشان افسردگی نداشته در جریان بارداری در یادگیری دارن، علاقمندی کمتر به مکتب و به درس خواندن در زمان طفولیت و جوانی و نوجوانی خود می داشته باشند و از طرف دیگه این اطفال بیشتر پرخاشگر و خشن هستند. یعنی نه تنها ای که بدرفتاری فامیل ام خانم آدم جریان بارداریش متاثر ساخته میتونه که باعث افسردگی زمان بارداری میشه، حتی آینده هم کودکان را که یا تولد میکنن هم متاثر میشه. بنابراین بسیار مهم است که خانواده ای را مد نظر داشته باشه. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. واقعا که وقتی یک مادر صحتمند باشه طفل صحتمند به بار میاره، ولی وقتی که یک مادر صحتمند نباشه دقیقاً اون قسم طفل که صحت کامل نمی داشته باشه به دنیا آوردنش هم خیلی مشکل است و خیلی کنترلش هم سخت میشه برای فامیل. میشه درباره هم بگوین وقتی یک خانم افسرده است خودش چگونه بدانه که من افسرده هستم و باید تداوی شوم؟ زمانی که یک خانم باردار میبینه که بی جهت جگرخون است، گیریه های بی مورد داره و یا متوجه میشه که در غذا بسیار پرخوری میکنه دقیقا. یا ای که هیچ اشتیا نداره، هیچ غذا نمیگیره و یا هم احساس خالی بودن و پوچی میکنه و فکر میکنه که زندگی بسیار بیارزش است و هیچ یک امید نداره برای آینده و یا ای که بسیار نگران سلامت جنین خود است و یا فکر میکنه که حتما این جنین که در بطنش است این کدام معیبیت بالاخره خواد داشت و افکار منفی زیاد در ذهن خود می پرورانه، این خانم ها باید بفهمه که دارن که به طرف افسردگی میرن و باید هرچی زودتر این مشکلات خود با شوهر خود در قدم اول مطرح بسازه و شوهر باید ایره بسیار سطحی فکر نکنه و خانم باید نزد دکترش ببره تا از مشوره هایش و اگر ضرورت باشه دوایی که باید بگیره خانم مستفید شود. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. میشه درباره هم بگوین وقتی که خود یک خانم دچار افسردگی میشه وقایعی که خودش باید بر خود انجام بده پیش از اینکه پیش دکتر بره کدام ها هست و باید در نظر گرفته شود؟ افسردگی یک قسم که بیشتر گفتیم که یک حالت روانی ناخوش است و در تمام امراض روانی اوقع که خود مریض خود کمک کرده میتونه، اوقدر دکتر و یا اطرافیانش او را کمک کرده نمیتونه. در جریان بارداری هم خانم باید متوجه امیگا باشه که زیاد خود مشغول به افکار ناخوش و افکاری که برای از او زجرآور باشه نسازه. مثلا خانم عامله زیادتر به فکر نکنه که ما به کودک آینده خود مثلا چی نوع لباس باید تهیه کنم، این لباس ها را از کجا خریداری کنم، تمام روز مثلا فکر کنه که من باید لباس ها را برم از کجا خریداری کنم، چطور برم، کی از خانه آواده که تو خود ببرم، مثلا آیا در خانه وقتی که من مطرح کنم که من میرم بر کودک خود لباس میخرم آیا کسی با من مخالف خود بود، موافق خود بود، یا چگونه میتونم که من اینمی لباس های اطفال خود، طفل خود تهیه بکنم و یکی در راجع به اتاقش فکر کنه که مثلا من طفل ما برش کدام اتاق باید درست بکنم یا ای که این اتاقی که من فعلا زندگی میکنم ای بر ما و بر طفل آینده به هر دو کفایت میکنه یا نمیکنه، تمام سهولت ها را من اینجا میتونم برای کودک خود مهیا بسازم یا نسازم. زیادتر راجع به می چیزا خانم فکر میکنه و یا ای که اکثریت خانم ها عادت دارن که قبل از زایمان کوشش میکنن که زیاد به پاکاری و تمیزکاری خانه بپردازن.
خیلی فشار میارن بالای فشار بالای خود میارن که باید تمام چیز منظم باشه و خانه باید پاک باشه و یک کار اضافی بر خود ایجاد میکنن و زیادتر به می مسائل فکر میکنن و یا ای که ترس از دردهای زایمان و یا ای که ترس از رفتن به شفاخانه و به خطر افتیدن پرایوسی یا محرمیتشان باید ایره من حیث یک پدیده طبیعی قبول بکنن که تمام خانم ها ولادت کردن، شفاخانه رفتن و به خیر گذشته، یعنی کوشش کنن که افکار مثبت یا پیش خود القا بسازن تا اینکه یا به افکار منفی فکر کنن و عوض از اینکه مثلا یا فکر کنن راجع به اینکه من به طفل خود چگونه لباس تهیه کنم و یا کدام اتاق آماده کنم چگونه آماده کنم، از اون کده به استراحت بپردازن، وقت زیاد خود صرف استراحت کنن. مثلا غذاهایی را که دوست دارن برای خود آشپزخانه به بسیار شوق و ذوق پخته کنن، مصروف امو پخت و پز بر خودشان باشن که وقتشان خوش بگذره و اینکه یک کتاب را مطالعه بکنن تا افکارشان از افکار منفی خود دور نگاه کرده بتانن و مهمتر از همه ای که یا اهدافی که دسترسی به او بسیار مشکل باشه او رو بر خود تعیین نکنن. دقیقاً باید متوجه صحت خود باشن. باید تو یک اهداف رو بر خود تعیین نکنن که اینا نتونن که او رو حاصل بسازه و وقتی که کسی به هدف خود نمیرسه طبعا که ایجاد مشکل میکنه. بنان خانم با در نظر داشته اینمی نکات میتونه که افسردگی را در جریان بارداری وقایع بکنه، به پدرایی بپردازه، به ورزش های بسیار سبک و آزاده که ضروری است که یک خانم باید در جریان بارداری داشته باشه و امی پیاده‌گردی و حرکات آزاد یا ورزش آزاد نه تنها که جلوگیری میکنه از افسردگی بلکه ای باعث از این هم میشه که در وجود یک خانم یک هورمون به نام اندورفین یاد میشه، ای آزاد میشه و کسالت و دردهایی را که یک خانم معمولا در جریان بارداری میداشته باشه او را هم وقایع میکنه. بنابراین اگر یک خانم تمام همین نکات را که ما یادآوری کردیم مد نظر داشته باشه انشاءالله که میتونه تا حدود زیادی از افسردگی که ناشی از ای عوامل باشه جلوگیری بکنه و ای که افسردگی به اثر کاهش سوی استروژن و پروژسترون به خصوص استروژن در پیش خانم باوجود می او قابل جلوگیری نیست و ما نمیتونیم که او را مهار بسازیم، اما حداقل این فاکتورهایش میتونیم که تحت کنترل خود داشته باشیم و کاملا مادر مسلط از سر از این فاکتورا که مد نظر داشته باشه و تا حدودی بتونه که افسردگی را مهار بسازه. دقیقاً، بسیار تشکر. امید که مادران عزیز هم متوجه باشن نکات را که شما ذکر کردین و در نظر داشته باشن تا بتونن یک طفل صحتمند به دنیا بیارن. بینده های عزیز فعلا همیان برنامه کوتاه داریم، با ما باشین، زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین بینده های عزیز در این قسمت برنامه ما. دکتر صاحب، میشه دوباره از اینجا خواست کنیم آیا کدام مرکز صحی خاص وجود داره به خانم های افسرده که افسرده هستند در جریان حمل و باید به اونجا مراجعه کنند تا تداوی شوند؟ خب متاسفانه در افغانستان تو کدام مرکز خاصی وجود نداره که خاص بر خانم های حامله باشه که وقتی دچار افسردگی میشن باید اوجا مراجعه بکنن، اما در مجموع افسردگی در زمان بارداری مبحث است که تمام دکتر صاحبای ولادی نسایی با این آشنایی کامل دارن و باید هم داشته باشن و ای که چطور میتونن از یک خانمی که دچار افسردگی شده ای را به حساب موسم بندی بکنه که مثلا افسردگیشون در کدام حدود است، اینا میتونن که به می خانم کمک های لازمه برسانن. مثلا اگر افسردگی در سوی باشه که با گفتگو با خانم با مشاوره حل میشه،
یعنی در مراحل ابتدایی خانم متوجه می گپ میشه. قسمی که پیشتر ما یادآوری کردم که خانم بعض تغییرات را که در وجود خود احساس میکنه که داره او رو به طرف افسردگی میبره، که مثلا به جهت گریه میکنه یا به جهت جگرخون است یا احساس تایی بودن و پوچی میکنه، پیش دکتر مراجعه میکنه و این مسائل برش مطرح میکنه، باید که امو دکتر معالجشم ایره بسیار سطحی فکر نکنه، به خاطر از اینکه این میشه که عواقب بسیار جدی را در قبال خود داشته باشه. متاسفانه در وطن ما شما می ارتباطات بین دکتر و مریض بسیار دوستانه نیست، دال که این باید بسیار دوستانه باشه. طبعا وقتی که یک خانم پیش دکتر مراجعه میکنه، اگر دکتر برازی ایتو یک روحیه را ایجاد بکنه که ما سر و پا گوش هستم و از دل جان ما آماده هستم که تمام سوالات تو را بشنوم و برازو جواب داشته باشم و به خانم امی جرأت ببخشه که او بتونه تمام مشکلات خود برای دکتر بگویه، شاید افسردگی در مراحل بسیار بسیار ابتداییش ماها شوه و تداوی شوه. به طور مثال وقتی که یک خانم داخل معاینه‌خانه یک دکتر میشه، متوجه خطوط چهره امو دکتر است. دقیقا. اگر او ببینه که دکتر امو چهرهش یا از امو خودت چیریش برخوردش از امو چیریش تو برداشت بکنه که این دکتر بسیار بدخوی است، ما چطو تمام گپای خود را رازی بگویم. طبعا که او جرات نمیکنه که این مسائل امرای ام دکتر خود شریک بسازه. و از طرف دیگه یک دو دکترای ما هست متاسفانه که میگه خوب بگو زود مشکلات تا بگو، به خاطر از اینکه بیروبار میداشته باشن و میخواین که زیاد وقتشان صرف یک مریض نشه، که باید اگر دکتر متوجه میشه که خانم داره علائم افسردگی پیش خود و به این منظور پیش خان دکتر مراجعه کرده، وقت بیشتر خود نسبت به دیگه مریضا به امی خانم بده و در این مراحل افسردگی به بسیار سادگی با چند کلمه گپ و گفتگو بین مریض و دکتر برطرف میشه. و حتی بهتر است که دکتر در چنین موارد یکی از اعضای فامیل خانمه و یا شوهر خانمه هم وزیت بکنه و بسیار گپای مهمی را که باید شوهرش مد نظر داشته باشه تا خانم خود کمک بکنه تا به طرف افسردگی نره، برازو بفهمانه که در خانه هم مد نظر داشته باشه. اما اگر افسردگی پیشرفته میشه و ضرورت به این میشه که باید خانم دوا بگیره، در اون صورت باید که دکتر متوجه باشه و دواهایی را انتخاب بکنه که تا اندازه در زمان بارداری او مسون باشه. و حتی اگر با دکتر روانی مشوره صورت بگیره و در مشوره با دکتر روانی به تداوی خانم پرداخته شوه، این بهتر است. این را به خاطر گفتم که یعنی کدام مرکز خاصی وجود نداره که خانم در اون مرکز بره و در اونجا تمام امکانات از هر لحاظ برای خانم آماده باشه، که مثلا ما در اینجا بگویم فلانه مرکز است و از طریق تلویزیون همه بیننده بفهمن که اگه خانم دچار افسردگی است به تو یک مرکز مراجعه بکنن. این تو یک مرکز در افغانستان برای خانمای حامله وجود نداره. امیدوار هستیم که داینده مد نظر گرفته شود و تأسیس شوه. اما در شرایط فعلی نمقه کافی است که خانم پیشم دکتر معالج خود بره و از دکتر معالجشان ما خواهش داریم که به تمام نگرانی خانم به افسلمندی گوش بده. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. درباره همه چیز گفتیم، میشه درباره هم بگویم وقایعی که بعد از زایمان، مثلا یک خانم که افسرده هست بعد از زایمان چگونه افسردگی خود را تداوی کنه؟
یکی که باید پیش دکتر مراجعه کنه و یکی که به زمان به مرور زمان که زمان میگذره، چون باری که بالای شانه هایش بود و طفلی که در بطن داشت حمل میکرد با خود، بعد از ولادت تو هم به طور عادی خودش خوب میشه. دقیقا که بعد از زایمان مشکلات خانم تا حدود حل میشه. مثلا نگرانی که از خاطر معیوبیت طفلی، از خاطر معلولیت طفلش داشت، فعلا حل است یا ولادتش به خیر گذشته، طفلش در کنارش است، مرحله دردهای ولادی را هم سپری کرده، فعلا کدام مشکل به او اساس نداره و علت که بیشتر بعد از زایمان باعث افسردگی پیش خانم میشه که همان تغییرات هورمونی است که در وجود یک خانم به وجود میاد که او وقت کار داره، وقت کار داره که دوباره اونمو تغییرات به حالت نرمال برگرده و خانم دوباره عضویتش با امی سوی پایین استروژن و پروژسترون دوباره تطابق بکنه که وقت گیر است، وقت کار داره و این حل میشه. یعنی بدون از اینکه خانم کدام دوایی را استفاده کنه، عضویت یک خاصیت داره که با هر نوآوری که در برابرش مواجه میشه خود تطابق میده که با اینمی کاهش سوی امی هورمونا هم عضویت آهسته آهسته خود تطابق میده و این مسئله حل میشه. تنها میمانه بعض مسائل دیگه که قبلا هم ما یادآوری کردیم که در ارتباط به روابط بین مادر و طفلش است. مثلا مادر که قبلا آرام میخوابید، حال مجبور است که شبها را بیدارخوی تیر کنه به خاطر طفلش، که این هم قسمی که یادآوری شدیم میشه که سبب افسردگی شوه. بسیار راه حلش خوبش همیست که شوهر همکار باشد در این قسمت همراه خانم خود. مثلا اگر یک قسمت از شب خانم شب زنده داری کرد، یک قسمت شب پدر به عهده بگیره و اتو فکر نکنه که این تنها و تنها وظیفه مادر است که باید که بیدارخوی بکشه همراه طفل خود. و یا یک سلسله کارهایی را که خانم باید اجرا کنه و نظر به همین مشکل که فعلا داره که طفلش است و باید به طفل خود هم برسه و این کارها از پیشش میمانه، باید پریشان از این نباشه. میشه که اگر ارتباطات خوب و ارتباطات بسیار دوستانه و صمیمی در افراد بین افراد خانواده موجود باشه، میشه که خانم بعضی از مسئولیت های خود، بعضی از کارهای خود به عهده یکی از افراد دیگه خانواده بگذاره و یعنی تقسیم کنه مسئولیت‌های خود با بقیه افراد خانواده که کمکش کنن. مثلا لباس‌شویی است یا مثلا پاککاری خانه است. مهم نیست که مثلا در یکی از افراد دیگر خانواده بیایه و اتاق همی خانم را پاک کنه یا لباس‌های همی کودک را بشویه. دیگه اینمی همکاری متقابل و توجه به نگرانی خانم در زمان بعد از بارداری بسیار کمک میکنه که این خانم دوباره هر چیز زودتر به حالت نرمال برگرده و دچار ای توی اگه افسردگی نشه که ضرورت به این شوه که اون از دکتر مراجعه بکنه، دوا بگیره و یا در شفاخانه بستر شوه. نقند بسیار تشکر. درباره هم بگوین افسردگی چگونه تداوی میشه؟ قسمی که پیشتر هم یادآوری کردم، افسردگی که در جریان بارداری و یا بعد از زایمان پیش خانم‌ها به وجود میاد، صرف نظر از تمام عوامل دیگه را که ما ذکر کردیم، امی تغییرات هورمونی است که نزد خانم طبعا یک تغییر هورمونی به وجود میاد و خصوصا پیش خانم‌هایی که بسیار بونی اساس دارن و زودتر نمیتونن که با این تغییرات تطابق کنن دچار افسردگی میشن، که ما این را دیگه پیشگیری کردن نمیتونیم به خاطر اینکه او تغییرات خواهی نخواهی در وجود خانم میایه و ما نمیتونیم که او را وقایه کنیم و یا پیشگیری بکنیم. و میایم در قسمت تداوی دوایی. دواهایی که در جریان بارداری خصوصا برای افسردگی است، ما نمیتونیم که این دواها را بسیار به دست باز
توصیه بکنیم. یک دو دواهای است که مسئولیت نسبی داره و ما میتونیم که از این دواها استفاده کنیم در جریان بارداری. البته اگر ما میبینیم که افسردگی به اندازه پیش رفته که میتونه بیشتر صحت مادر و جنین هر دو را متاثر بسازه و ضرورت به تداوی دوایی داره، ما میتونیم که اینمی گروپ دوایی را که مسئولیت نسبی داره انتخاب بکنیم. در گذشته فلوکسیتین در این گروپ قرار داده بودن و مورد استفاده داشت، اما مطالعات بعدی که صورت گرفت او نشان داد که فلوکسیتین توصیهش در جریان بارداری میتونه که باعث تشوشات قلبی پیش جنین شوه. بنان فعلا نظر به فلوکسیتین دواهای دیگه است مثل استالوپرام که میشه دکتر سایبا از او استفاده بکنن در صورتی که خانم ضرورت داشته باشه به تداوی دوایی. اما اگر افسردگی به اندازه شدید نباشه که خانم یعنی ریسک دوایی را، به خاطر گفتم که این دواها مسئولیت نسبی داره، یا متحمل شوند، میتونن که از دواهای گیاهی یا استفاده بکنن. بعضی از خوراکه های گیاهی مثلا زعفران، در زعفران یک ماده است به نام سفرنل که این سفرنل خاصیت بسیار بسیار مشابه با فلوکسیتین داره که پیشتر گفتیم فلوکسیتین یک دوای ضد افسردگی است. امی سفرنل موجود در زعفران هم از نظر دوایی کارکرد همون دواها رو میکنه، مثل فلوکسیتین عمل میکنه، اما عوارض جانبیش مثل فلوکسیتین نیست. حتی عوارض جانبیش به اندازه کم است که میشه نظر انداز هم شوه. پس خانم ها میتونه که اگر احساس میشه که به طرف افسردگی میرم، مثلا از زعفران استفاده بکنم، مثلا چای زعفران دار بخوره. دقیقا. چای سبز خودش تاثیرات ضد افسردگی داره. دقیقا. و میشه که از چای سبز هم استفاده شود. دیگه یک دوای یونانی دیگر یا دوای گیاهی دیگه گل محمدی، او هم از او یک ماده در ترکیب خود داره به نام جرانیول که این ماده که است، این یک انزایمی که نامش مونامین اکسیداز است، این را نهی میکنه که خود از این انزایم باعث از این میشه که خانم به طرف افسردگی بره. و اینمی ماده که گفتیم نامش جرانیول است و این در گل محمدی وجود داره، این انزایم مونامین اکسیداز را نهی میکنه و تاثیرات ضد افسردگی را وارد میکنه و میشه که خانم از این هم استفاده بکنن. در مواد خوراکی هم یک داد خوراکی های است که اگر در جریان بارداری به صورت منظم مثلا مصرف شوه، حتی میشه که این تاثیرات وقایوی داشته باشه. مثلا زردچوبه در نظر کس نمه، یعنی اما زردچوبه یک ماده است که تاثیرات بسیار خوب ضد افسردگی داره و میشه که در غذاهایی که روزمره پخته میشه در خانه از زردچوبه به اندازه کافی استفاده شود که تاثیرات ضد افسردگی خود وارد میکنه و تا اندازه میتونه که از افسردگی زمان بارداری جلوگیری کنه و وقایه شود. یا زنجبیل، زنجبیل هم تاثیرات ضد افسردگی داره که خانم ها میتونه از این هم استفاده بکنن. و در میوه ها، تمام میوه ها بسیار ضروری و حتمی است که در جریان بارداری مصرف شود و سیب که است از جمله میوه هایی است که تاثیرات بسیار قوی ضد افسردگی داره و میشه که خانم ها در جمله میوه هایی که مصرف میکنن به سیب یک ذره توجه بیشتر داشته باشن. اگر با مد نظر گرفتن همین غذاهایی که ما گفتیم یا همین داروهای گیاهی را که نام بردیم خانم احساس بهبود کرد، دمو مزاجش تغییر آمد و نتیجه مثبت گرفت، خب
بسیار خوب. ده غیر از او دواهایی را گفته میشه که تحت نظر دکتر صاحبای اولادی نسایی هم توصیه شود. خود شفاخانه اولادی نسایی هم امکانات برای بستر شدن خانم هایی که دچار افسردگی است دارن، که اگر ضرورت باشه که خانم تحت مراقبت جدی باشه و بستر باشه بستر میکنن، و اگر باز این مشکلات با بسیار جدی شود در صورت باز کمک دکتر روانی کار است که اونا باید توجه کنند. نقن بسیار تشکر دکتر صاحب از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین و از معلومات مفیدتان. بینده های عزیز، امید شما هم تا این دم با برنامه بوده باشین و توصیه که دکتر صاحب داشت شما هم مد نظر بگیرین تا که یک طفل صحتمند و یک مادر صحتمند داشته باشین. این بود برنامه امروز ما. امید تا این دم مورد پسند شما واقع شده باشه. شما بینده های زیاد تا برنامه بعد به خدا پاک امانت مسپارم. الله حافظ و نگهدار همتان. تک تک شما را به خدا پاک مسپارم. خدا حافظ و نگهدارتان.